فشار تورم و گرانی بر زندگی کارگران صندوق بین المللی پول نرخ تورم برای 188 کشور را پیش بینی کرده و ایران با داشتن نرخ تورم 42.3% درصد در صدر این کشورها قرار گرفته است. به عبارت دیگر ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی اکنون به لحاظ گرانی و تورم نیز جزو صدرنشینان جهان است. قبلا ایران به خاطر داشتن بیشترین معتاد و بیشترین آمار اعدام ها به نسبت جمعیت در دنیا مقام نخست را کسب کرده بود. صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی منفی یکونیم درصدی را برای امسال ایران پیش بینی کرده است. بر اساس محاسبه ای این صندوق میزان بیکاری در سال جاری و سال آینده رو به افزایش خواهد گذاشت. وزیر جدید اقتصاد دولت روحانی نیز چندی پیش تورم برای دوازده ماهی منتهی به شهری ما را چل درصد اعلام کرد. تورم در ایران بر اساس قیمت 139 قلم کالا و خدمات محاسبه می شود که اکثریت آنها مورد مصرف و استفاده کارگران و مردم زحمتکش نیستند. برای مثال تورهای گردشگری مورد استفاده کارگران نیست و محاسبه آن در تعیین میزان تورم از نظر این طبقه زائد است تعیین نرخ تورم به صورت عمومی نمایانگر میزان واقعی تورم برای طبقه کارگر نیست برای کارگران افزایش اجاره خانه و بالا رفتن قیمت سی کالای مورد نیاز روزانه ملاک تورم می باشد کارشناسان بر اساس شاخص اجاره بها و کالاهای اساسی مورد مصرف طبقه کارگر تورم را گاهی یکصد و گاهی دویست درصد هم محاسبه کردیاند این در حالی است که حداقل دستمزد برای کارگران مشمول قانون کار بر اساس تورم 25 درصدی افزایش یافت و به ماهی 487125 تومان رسید. این میزان از دستمزد که دست کم سه مرتبه زیر خط فقر است به میلیون ها زن و مرد کارگری که خارج از شمول قانون کار هستند و در بازار غیر رسمی کار می کنند پرداخت نمی شود. بر طبق گزارش ها صاحب کارها در کارگاه های خارج از شمول قانون کار دو تا سه برابر کمتر از حد اقل دستمزد را به زنان کارگر پرداخت می کنند. در چنین شرایطی والدین در خانواده های کارگری ابتدا از میزان مصرف کاسته و حتی بعضی کالاهای ضروری را از سبد مواد مورد نیاز خارج می کنند. از آنجا که این ریاضت کشی مشکلات را حل نمی کند، آنها مجبور می شوند کودکان خود را از مدرسه خارج کرده و به بازار کار روانه کنند. حاصل همه اینها دچار شدن اعضای خانواده به ویژه کودکان به ضعف و سوء تغذیه است نوزادان نیز از رسیدن مواد مورد نیاز برای رشد مغزشان محروم می شوند. این کودکان در بزرگسالی و در دوران فراگیری به هنگام تحصیل و همچنین سلامت جسم و روان دچار مشکلات عدیده می شوند. این میزان از فقر و فلاکت اقتصادی گاه کارگرانی را که از پیشینه و تجارب مبارزاتی کمتری برخوردار هستند معیوس و سرخورده می کند. اما تحمیل این درجه از فقر و نابسامانی اقتصادی به طبقه کارگری که از تاریخ و پیشینه مبارزاتی درخشانی برخوردار است، زمینه های خیزش تودعی کارگران را فراهم می آورد. جنبش کارگری ایران که تجربه برپایی اعتصابات و تظاهرات تودهی و قیام علیه رژیم سلطنتی و ده هزار اعتصاب و اعتراض کوچک و بزرگ علیه سیاستها و اقدامات ضد کارگری جمهوری اسلامی را در تاریخ مبارزات خودم باشته اکنون به یک کانون خطر برای بقای رژیم اسلامی تبدیل شده است. خامنه ای دولت نمایندگان مجلس اسلامی و مقامات سپاه پاسداران بارها از خطر خیزش کارگران صحبت میمیان میان آنها کوشیدند تا از طریق استمرار یارانه ها از خطر خیزش طبقی کارگر بکاهند. بر متن این ترس و نگرانی، مقامات دولت جدید با دادن وعده بهبود وضع اقتصادی کاهش اجاره بها و قیمت ها و حتی افزایش حداقل دستمزد کوشیدند تا کارگران را در حالت انتظار نگاه دارند روشن است که طبقه کارگر نباید برای حل معضل گرانی فقر و بیکاری منتظر مقامات بالا بماند عقب نشاندن کارفرمایان و رژیم جمهوری اسلامی از تعرض به کار و زندگی کارگران و شرایط فلاکتباری که به خانواده های کارگری تحمیل شده است فقط می تواند نتیجه و محصول مبارزات به هم پیوسته و متحدانه کارگران باشد واقعیت این است که این سطح از گرانی و این سطح از فقر و گرسنگی دیگر برای کارگران و توده میلیونی مردم قابل تحمل نیست و دیر یا زود کاسی صبر آنان لبریز خواهد شد و برای نجات خود و فرزندانشان از گرسنگی مبارزات خود را گسترش خواهند داد. کارگران و توده های مردم زحمتکش در جریان اعتراض و مبارزات تاکنونی آنقدر تجارب با ارزش به دست آورده اند تا با تشخیص درست توازن قوای موجود با کمترین هزینه ها و در اشکال متنوعی از مبارزه جمهوری اسلامی را به چالش بکشند و علیه فقر و گرسنگی پا به مرحلی دیگری از مبارزه بگذارند وارد شدن به فاز جدیدی از مبارزه با اتکا به نقش کمونیست ها کارگران پیشرو شبکه محافل رهبران و فعالان جنبش های رادیکال اجتماعی میسر است